یک قرآن مطلا به آستان مقدس علوی اهدا شد قرآن مطلای یک هنرمند ایرانی به نام سید علی اصغر موسویان طی مراسمی به مناسبت سال روز میلاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به آستان مقدس علوی اهدا شد این مراسم در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در آستان مقدس علوی و با حضور مسئولان و نمایندگان آستانهای مقدس و زیارتگاه های عراق نمایندگان دفاتر مراجع، طلاب، اساتید حوزه های علمیه و مسئولان ادارات و مؤسسات دولتی عراق برگزار شد. این مراسم با قرائت قرآن آغاز شد و با برنامه‌هایی از جمله سخنرانی سید نظار هاشم حبل المتین، تولیت آستان مقدس علوی با موضوع ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علیه السلام و تلاوت گروهی قرآن و تواشیه همراه بود. در ادامه این مراسم سید علی اصغر موسویان هنرمند و خوشنویس ایرانی قرآن مطلای خود را به مناسبت این میلاد فرخنده به آستان مقدس علوی هدیه کرد قرار است این قرآن در موزه حرم متحر امیر المومنین علی علیه السلام در معرض دید عموم قرار گیرد جنس ورقهای این قرآن از برونز و تلاس که در اصطلاح به آن مطلا گفته می شود و طبق نظر کارشناسان این اثر در نوع خود بی است این اثر در 54 برگ با ابعاد 20 در 30 سانتی و با خط نسخ کتابت شده و ورقهای آن به وسیله لوله های فلزی برنجی به یکدیگر متصل شدند. وزن آن بیش از 30 کیلوگرم است و با توجه به ویژگی خاص مرقع بودن به طول 8 متر قابلیت چیدمان به هر شکل را دارد. گفتنی این اثر دومین دو قرآن مطلای این هنرمند ایرانی است و نخستین آن در سال 93 توسط موسویان کتابت شده است